خب دوستان عزیز، با سلام به شما، با سلام و خوش آمدگویی به آقای سهراب چمنارا. طبق معمول هر هفته دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، امروز با پوزش که 3:05 است، با آقای سهراب چمنارا گفتم ما 5 دقیقه تأخیر کردیم، شما 10 دقیقه میتونی بیشتر برنامه داشته باشی. ایشون خندید و گفت مهم نیست. آقای چمنارا، امیدوارم که ایام تعطیلات به شما خوش گذشته باشه. همینجوری فعلا ادامه داره تا چند روز دیگه. دیدم که شما نوشتید تولد میترا و زایش مهر و اینها. این ماجرای 25 دسامبر چیه که همه میخوان به یه جوری اونو بگن مال ماست؟ مسیحیایی که آقای جیزس توی اپریل دنیا اومده میگن امروز دنیا اومده، ایرانی ها میگن امروز دنیا اومده. و جالبه که امروز، یعنی دیروز، بعد از 47 سال اگه اشتباه نکنم، هانوکا، اون شب اول ماجرای عید دوستان کلیمی و این جشن مسیحی ها هم با هم یکی شده بود. اگه دوست داشتید در اون باره هم صحبت کنید. من تبریک میگم به شما این ایام رو، امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار اون باشه. ضمن اینکه میدونم شما همیشه میگید که تا سال 2020 آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود. دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا بفرمایید. درود بر شما. البته خیلی سریع عرض کنم این داستان کریسمس و اینا، شما خودتونه برگردانید به 1700-800 سال پیش، زمان کنستانتین. کنستانتین خودش یک میترائیز بوده، تحت تاثیر میترائیزم ایرانی و زرتشتی و نمیدونم همین چیزا بود و خب اون شد به اصطلاح توسعه دهنده کریستیانیتی وقتی دوتا روم با هم یونایت کردن. خب همون دارم که شما میگید، حضرت عیسی مسیح اینطوری که در روایات هست، خب محل تولدش در یک فصل گرمی بود، در یک آبور بود. به هر حال این زمان منتها چون اونها تحت تأثیر بودن و تولد میترا و نمیتونم اینها در شب یلدا و اینها داشتن، اینها جشنها رو به هم چسباندن. حالا این یکی از سعادتهای ما ایرانی هاست که شب یلدای ما مربوط میشه به کریسمس و بعدشم هانوکا و به هر حال همه چیز. به هر حال اینه خارج از برنامه عرض کردم، میخواستم خوش آمد بگم به تمام هموطنانمون به اندیشکده قانون اساسی، هرچند که همیشه خودم به بقیه دوستان سفارش میکنم در این اندیشکده فقط در مورد قانون اساسی صحبت کنیم. ولی چند روز پیش یک ویدیو در داخل ایران درست شده و این در تلگرام ایرانی ها به دست من رسید که من فورا در یوتیوب گذاشتم، در مورد آبهای زیرزمینی، چیزی که ما از چندین سال پیش دائما توی فیسبوک من هست و اتفاقا پارسال فوریه بود، یعنی درست دقیقا میشه یک سال پیش، ما یک برنامه مفصل در مورد آبهای زیرزمینی با هم داشتیم. حالا اگر شما اون ویدیویی که در فیسبوک من هست یا براتون چیزشم فرستادم بذارید، من این آبهای زیرزمینی باز ربط میدم به قانون اساسی. خواهش میکنم اجازه بدید ما بریم صفحه فیسبوک شما. دوستان، صفحه فیسبوک آقای سهراب چمنارا خیلی ساده، همین اسم خودشون، سهراب فاصله چمنارا، فکر کنم حتی اگه با هم بنویسید فاصله هم نذارید باز شما رو میبره به اونجا. و اجازه بدید من اسمشون رو اینجا تایپ کنم، سهراب چمنارا. و بله، ایشون یک فیلمی رو روی صفحه فیسبوک، خیلی فعال شدید آقای چمنارا روی صفحه فیسبوک. ما همون پس سابقه چیزی نداریم و وقتی هم واقعا صرف نمی کنیم. این منتها قدرت دنیای اینترنت که شما فکر می کنید خیلی راحت کرده کار رو راحت کرده. بعدا براتون توضیح خواهم داد که ما چه برنامه هایی داریم. دوستان عزیز، بریم به صفحه فیسبوک ایشون و درباره صد گتمن، درست میگم اسمشو؟ بله. دوستان با هم الان میبینید این ویدیو رو، روی صفحه فیسبوک ایشون هم هست، ببینید. سازه پرهزینه و پیچیده مانند صد گتمن هم دچار همین چالش است. گتمن.
خد گتمن یکی از افتخارات بزرگ استان خوزستانی که از امروز به دست مبارک ریاست محترم جمهور آبگیری میشه و به بهره برداری میرسه. این سد به تعبیر مهندسان، طراحان و مجریان اون یه عالم ترین‌ها داره. شاهد آبگیری بزرگتر، بلندترین، مرتفع‌ترین سد خاکی کشور هست. در طول این پروژه در بعضی از مقاطع تا نزدیک 11,000 نفر مشغول کار بودند. 950 کیلومتر مجموع طول گمانه‌های حفاری و تزریقه. فاصله اهواز تا تهران کمتر از 900 کیلومتره. عملیات اجرایی این سد در سال 1376 درست جایی در فاصله 5 کیلومتری از معدن نمک گچساران آغاز شد. در سال 1390 و قبل از آبگیری سد، کارشناسان بسیاری نسبت به حل شدن 100 میلیون تن کوه نمک در آب گارون هشدار دادند. سازندگان گتمن در پاسخ به مخالفان پیشنهادهایی برای علاج بخشی موزل ارائه دادند. برای علاج بخشی سازند گچساران تمهیدات مختلفی دیده شده است. من جمله ما در هر مرحله از آبگیری تا 15 متر بالاتر از تراز آبگیری خاکریزیمون رو روی پوشش روی لایه سازند گچساران اجرا کرده ایم تا امکان جریان آب و شستن نمک ها پیش نیاد. تنها 3 روز بعد از آبگیری سد، آب پوشش روسی پیشبینی شده بر روی کوه نمک را شست و این پوشش ناگهان به ارتفاع 7 متر نشست کرد و تخریب شد. رویدادی که بزرگترین و مهمترین رودخانه کشور را با چالشی جدی مواجه کرد. سد گتمن به ساختن آب شیرین کارون رو شروع کرده. امروز خوزستان داره ویران میشه. 2/3 اراضی خوزستان زیر سد گتمنه. سالیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک ها میکنه. قبل از ساختن سد گتمن نبود. و اینا جنایت هاییست که تو این سرزمین اتفاق افتاده. نخهای بی سر حاشیه اروند همه ما را یاد جنگ تحمیلی می اندازن. اما این گورستان نخ را جنگ به وجود نیاورده است. این شور شدن آب از که طی 10 سال گذشته بیش از 1 میلیون نخ را پیش چشم کشاورزان منطقه در روندی آرام و تدریجی به کام مرگ فرستاده است. شوری که به خاطر به هم خوردن تعادل آب رود و آب دریا درست شده و علت آن احداث تعداد زیادی سد روی رودخانه کارون است. آب شوری داره چی کار میکنه؟ این کل نقلای ما که هست از بعد 86 بیمار ای آن بیرفته کل این نقل از و این آب شور ما کاری میخواییم کنیم که آب شور از زمینای ما برداشته بشه، چون ما هیچ راهی نداریم. علت هیچ کاری کشاورزی نمیتونیم بکنیم بخاطر علت آب شوری که ما داریم. نزدیکای 60 سالم کارم کشاورزم، دلمم میخوام بمونم کشاورزم. باور کن ما این مرزم چه اول و چه همه الان ولش نکردیم. پدر پدرم این منطقهش اینجاست و متولد این زمینم. عند الله و عند الرسول کارمونو کشتمونه کشاورزیم، ولی به دست نیومد. Ne demek ki? 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 Ne demek ki?
کاش برنامه ریزی هامان برای ایجاد تغییر در طبیعت نقطه پایانی داشت. اما رودخانه کارون یک ویژگی داره و اون این است که ما تمام طول این رودخانه را میتوانیم تبدیل به مخزن بکنیم. با پروژه‌ای که تا امروز اجرا شده است 400 کیلومتر از طول این رودخانه تبدیل به مخزن شده است. خب دوستان عزیز، دیدید این ویدیو رو و اگه خواستید باز هم تماشا کنید روی صفحه فیسبوک آقای سهراب چمنارا که الان بهتون نشون میدم میتونید ببینید، یا با خودشون تماس بگیرید براتون ارسال میکنن. و دیدید که دیگه این خود دولت، خود دست اندر کارا دارن میگن که این یک جنایت بوده. آقای چمنارا با شما هستیم، بفرمایید. همونطور که ما از سالها پیش گفتیم تمام این دزدی ها 62 میلیارده که بابک زنجانی برده، 18 میلیاردی که اون برده، فرار مغز ها، اینا همه قابل برگشت هستن یک روزی به سرزمین ما. ولی بلایی که اینها سر آبهای زیرزمینی آوردن واقعا دیگه غیر قابل برگشته. و این داستان سد گتمند از 7 سال پیش گفته می شد و یادتان هست پارسال هم حتی من در برنامه که با شما داشته بودم، آقا راه حلش خیلی ساده است، به برادران قاچاقچی که میلیارد دلار بدن بگن آقا این سد خراب بکن، واقعا ارزش داره، و یه کامیون دینامیت میذارن اونجا، اولا تجهیزات چه میارن بیرون میپوچن، پولش برای خودشان، بعد خرابش بکنن. که و آقایی که در اونجا داره میگه این جنایته، آقای عیسی کلانتری وزیر فعلی کشاورزی آقای روحانیه که ایشان خودش عامل نابودی آبهای زیرزمینی و در آذربایجانه. یعنی اون موقعی که من در ایران بودم درست یادمه که تمام کانسنتریشن کار توی مزرعه دشت دامخان بود، اونجا بهش میگفتن، و تمام آبهای درچه ارومیه رو اینا کشیدن بیرون. همه کارهای اینا این بوده، از یعنی که خود اینها الان به عنوان ستوفنگدار نابودی آبهای زیرزمینی و محیط زیست ایران، یعنی خانم افتکار که خودش یک مترجم بود و در این 30 سال باید در همش در مقام محیط زیست ایران وزیر محیط زیست بوده، دیگه پی‌اچ‌دی محیط زیست هم باید داشته باشه، ولی هیچ کاری نمی‌کنن. این ساعت گتمند داستانش از این قرار. به هر حال این یک آزمایش ساده شما بکنید در تهران، یه بشقاب آب بذارید توی بالکن منزلتون. شما طرف صحبت ما مردم ایران هستن، نه افرادی که در لس‌آنجلس هستن. ببینید بعد از 2 ساعت 3 ساعت این آب ازن تبخیر میشه، میتونه در تمام نقاط ایران اینجا، چون ایران یک هوای خشک داره، شما نباید آب روی سطح زمین بیارید. اینه که الان کشاورزی تنها راهی که کشاورزی‌هایی هست که آب در زیر زمین به درخت میرسانند، پاماکارچه، این چیزایی بوده که من در فیسبوک خودم گذاشتم که اصلا اینا چیکار، ولی اینها علمشه دارن، یعنی میدونن دارن چه کار میکنن. علتش برمیگرده باز به قانون اساسی. حالا فکر نکنید که من دوباره شروع کردم، یعنی همه چیز رفت میدم به قانون اساسی. ببینید آقا جان، این مملکت ایران یک در حال حاضر داره یک قانون اساسی است که قانون اساسی البته بهش نمیشه گفت، بیشتر میشه گفت کتاب شریعته، و اون تمام اختیارات داده به ولی فقیه، یعنی اون مقتدرترین فرد در تمام ایرانه و همه کارا اون و افرادی است که در شورای نگهبان هستن و مجلس هم بیچکار است. الان ایران در دست حجتی است، یعنی اینکه این دعوایی که شما میبینید بین اصلاح طلبان و محافظه‌کارا، اینا کشکه. الان حجتیه و سمبول حجتیه احمدی نژاد و آیت الله مصباح یزدی. اگر یادتان باشه اون ویدیو که ما اسمش رو گذاشته بودیم سرود،
که اول برنامه آقای مصباح یزدی گفت آقا اصلا مردم چه کارن بعدم رای بدن و درست گفت الان طبق قانون اساسی دست اینا حجتی هم افکار شیعیش از این قراره که اینها دنبال ظهور امام زمان هستن و میخوان ظهور اون جلو بندازن. به همین دلیل هم هست تمام این جنایت هایی که شما میبینید که به تایید خودشان انجام میشه در ایران با برنامه و ایده خود. یعنی اگر شما حالا به احمدی نژاد بگید آقا 18 میلیارد دلار چی شد، همونطوری که ویدیو چم هست گفت نوش جانش، اگر بهش بگید بابا این سد گزوند نابود کرده میخنده که نه آقا اینطوری نیست، اینها دارن ایران نابود میکنن، تمام محیط زیست دارن از بین میبرن و علم به این که خوزستان، آذربایجان، بلوچستان اینا بشه بیابان و به اعتقاد خودشان البته طبق قانون اساسی خودشان که ظهور امام زمان اینها جلو بندازن. بنابراین باز هم برمیگردیم به قانون اساسی و هیچ راهی هم نداره. الان یک عده هستن همونطور که شما تو برنامه‌تون گفتید خیلی خوشحالن که آقای ترامپ شاید عوض بشه یه کاری بکنه. آقا چه کار بکنه؟ بره مثلا یه میلیون سرباز بفرسته ایران رو فتح کنه. آقا بنده عقب زنم به شما عرض کردم اصلا تمام این آخونده همین حجتیه اینا دعا میکنن که یه موشک اسرائیل یا آمریکا بندازن تو ایران منفجر بشه که اینا کارشان تحکیم پیدا کنه. همونطوری که ما اون موقع نمیفهمیدیم وقتی که حضرت امام گفتن که جنگ با صدام یک نعمته، ما اون موقع میگفتیم یعنی چی نعمت یعنی چی، بعد متوجه شدیم آقا باعث تحکیم این رژیم شد همین جنگ 8 ساله بود. حالا تمام این کارا که غم دل خوش کردن به جولیانی کردن که جولیانی اونا رفتن بیرون ولی هنوز جان بولتون به عنوان مشاور با آقای ترامپ کار خواهد کرد، اینها هیچ فرقی نمی کنه که هیلری کلینتون می شد چه اینا می شدن. ایران تنها راه نجاتش، تنها راه نجاتش قانون اساسی. بنده قبلا هم اینه خدمت شما عرض کردم ما وقتی که نگاه زندگی رضا شاه بزرگ میکنیم میبینیم که آقا چه خدماتی کرد، چرا مردم رفتنش جشن گرفتن؟ همه میدونه که آقا آخرای کارش قانون اساسی مجلس گفت طویل است. خود شاهنشاه آریا مهرم علت این که مردم واقعا از رفتنش خوشحال شدن و رأی دادن به یک آخوندی قانون اساسی. حالا اگر شما اون ویدیوی آخرین سخنرانی شاهنشاه آریا مهر پخش کنید خیلی خوشحال میشم که من ادامه بدم حرفم. اجازه بدین اونیه که با ایمیل فرستادید دیگه نه؟ بله شاهنشاه آخرین سخنرانیشه 3 دقیقه هم از البته کوالیتیش خوب نیست ولی شما هم این ویدیو داشتید قبلا گذاشته بودید، منتها آقای انصاری هم آمده بود. ما میخواییم توی اون مسائلی که آقای انصاری مطرح میکنن نه فقط بچسبیم به اعتراف خود شاهنشاه آریامهر که چی شد واقعا. اوکی بذارید ببینم اینه مردم این ایران قانون داد ما اینم که روحانیه ویدیوی شاه اینجا نیست ولی ما داریم اگه اجازه بدین خودم از هر طوری میخواین اونه بذاریم. حالا اگر مال منو نذاریم تا من نمیخواستم موضوع منحرف بکنم بریم توی مسائل دیگری نه اونو داریم بذاریم همون خودشو پیدا کنم بیارم برای متاسفانه اون ندارم. سوگند رضا پهلوی رو دارم ولی نمیدونم اجازه بدید من این درست کنید اسامیش... دو تا ویدیو دارم اینا رو ببینید دو تا ویدیو یکیش عکس خمینی عکس روحانیه نوشته قانون شهروندی داد اونم می‌خواستم یکیش
البته من تصویر ندارم از شما، اینه که نمیدونم داشتن. ولی شاهنشاه آریامهر در آخرین سخنرانی، ان شاء الله اگر پیداش نکردیدم عیب نداره، ولی خب اینم بعدن اجازه بدید آقای چمنارا، اجازه بدید پیداش کردم، ولی شما اسم این ویدیو رو نوشتید قانون.mov، میدونم چون اینا رو خودتون اونجا به اصطلاح دانلود کردید. بله گوشی خدمتتون باشه، پیداش کردم. بده من تصویر شما رو ندارم، اینو نمیدونم هیچ شما عیبی نداره. هیچ عیبی نداره، شما صدای منو داشته باشی، به قول آمریکایی‌ها you are in good hand. اوکی دوستان، بریم این نواری رو که همه شما فکر کنم دیدید اینو پخش میکنیم. البته قبل از این من به شما بگم که آقای چمنارا، خود اطرافیان شاه مخصوصا خانم فرای پهلوی گفت این نوشته رو اونا نوشتن دادن. در حال شاه بچه، ولی درست میگید شما، بله خوانده و سه بارم گفته قانون اساسی. بله گوش کنید دوستان و ببینید. ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد میشد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب‌ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخ‌های اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. بله همونجوری که شما گفتید دو سه بار میگه که سعی میکنم قانون رو حکم فرما کنم و اینها، ولی یه جاش واقعا خنده داره، موهبتی است الهی که از طرف ملت. حالا واقعا ویدیو غم انگیزیه. بله. و آدم بعضیا ممکنه اشک تو چشماشون بیاد به خاطر اینکه اکثر ما همه شاه دوست بودیم و واقعا نمیخواستیم ببینیم یک همچین بلایی سر مملکت بیاد. ولی به داستانی هست که میگن قیصر پدرش کشت و بعد سنای روم اینو محکوم به مرگ کرد، گفت بذاری من آخرین دفاعمه بکنم و بعد آمد گفت من پدرم دوست داشتم به کشتمش، ولی روم بیشتر دوست داشتم. ملت ایرانم شاه دوست داشت، منتها
ایران بیشتر از شاه دوست داشت و ثابت هم کرد. شاهی که اینقدر محبوبیت داشت که بارها من گفتم در شهریور 20 یعنی 25-30 سال پیش مردم ماشین شاهنشاه آریامهر رو دست بلند کردن، یعنی بلندش کرد. یک همچین شاه محبوبی باید ایران با این خاری ترک بکنه. علتش چی بوده؟ خودش گفت. نامه آقای دکتر صدیقی هست، شاهزوان دکتر صدیقی هست، نامه سندایل هست، اینها همه برمیگرده به قانون اساسی. و حالا به خاطر اینکه یک برنامه بود که شما مصاحبه رادیویی من با مانی گذاشتید، دیدید یک بابایی نامه نوشته بود، منم یه جوابایی به اون دادم، باید یک تجسمی داشته باشید. یعنی این صحبتایی که من الان دارم میکنم برای آدمایی مثل شما بال 50 سال نیست، شما اون موقع بودیم اونجا، دیدیم همه چیز، دیدیم. ولی جوانای 20 سال و 30 ساله ما ندیدن اون موقع. حالا من خواهش میکنم اون بریده جراید سال 57، یعنی تابستان 57 و پاییز 57 دوباره بذارین روی صفحه، تا اینکه مردم بدانن در اون موقع آقای خمینی زیر درخت سیب چی میگفت. تصویری که دارید؟ بله بله، الان دارم این روزنامه ای رو نشون میدم که بریده جراید کیهان 8 اسفند نوشته آب و برق مجانی می شود برای کم درآمدها. اینو سخنگوی دولت گفت. امام خمینی گفته در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. دکتر محمد مکری که باید بگیم دکتر محمد مکری گفته جمهوری اسلامی با حکومت مذهبی تفاوت دارد. امام خمینی گفته رئیس کشور نخواهم شد. امیدوارم این دوست ما که در برنامه من داشت با من کلکل میکرد اینو ببینه. بعد روزنامه‌ای که روش نوشته بود شاه رفت، پایین ترش نوشته مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند، این گفته خود خمینی بوده. خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنید. حالا اون سفر نگه دارید تا من اتفاقا در فیسبوک من مانیفست رهبر فقیه هست. بله بله، در 27 ماده تمام حرفایی که آقای خمینی زیر درخت سیب گفته بود، یعنی دو ماه قبل از این که بیاد به ایران، یک هیئت 12 نفره من جمله آقای بنی صدر، رهبران جبهه ملی، آقای دکتر لاهیجی که الان همه معرف حضور هم هست، میرن یه قانون اساسی میبرن خدمت آقای خمینی. و آقای خمینی در این مانیفست، البته من خواستم این مانیفست بخونم، در 37 ماده که میگه بشر در اظهار نظرات خودش آزاد است، اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است، مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. خلاصه در این دو صفحه هست مانیفست رهبر فقیه، اونجا هست. خب حالا آقایان خانم هایی که شما همه میگید که آقا شما خیانتکار بودید، نمیدونم کور و کچل بودید، نمیدونم قدر شاهنشاه آریامهر نمیدونستید، بابا این خود شاهنشاه آریامهر اینه گفته، آقای خمینی هم زیر درخت سیب اونه میگفته. قانون نویسای ما قانون اساسی بردن، گفته بله این قانون اساسی. بعد وقتی که میان اینجا بعد از 22 بهمن دو ماه بعدش میرن مجلس مؤسسان تبدیل میکنن به مجلس خبرگان، که خب بعد چی کار میکنن؟ ما صاحب یک قانون اساسی میشیم به نام کتاب شریعت و این میشه قانون اساسی مملکت ما. یعنی اینکه ما تقصیری نداشتیم که متا افتادیم توی این چاه قانون اساسی. آقای چمنار رد کنیم اون کتاب رو نشون بدید لطفا. این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه. بله بله، حتما روی بلید. اینترنت هم بله، مرسی. بله خب ما هم خب در ایران بنده خود من دارم عرض کنم گرین کارت قبل از انقلاب من داشتم، متا که کار گرفتیم و اینجا ماندیم و بعد از 3-4 سال
بعد از 9 سال فرانسه شدیم از ایران آمد و امیدوار بودیم که باز یه تغییراتی بود که خب جنگ بود، بعد از جنگ هم که خب دوران سازندگی شروع شد، یعنی دوران دزدی بزرگ در دوران آقای رفسنجانی شروعش در زمان ایشان بود. به هر حال آدم های مثل من و خیلی دیگه همش دنبال این بودیم که آقا راه نجات ایران در قانون اساسیه. کتاب من هم خدمت شما هست، گذاشتید اونجا همون کتاب مثلا اول کتاب قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ. یه آدمی مثل من همش دنبال قانون اساسی بودم، حتی سال 77 این جنبش سبز پیش آمد، یه ایده به نام حقوقدانان جنبش سبز دیگه اصلا پیداش کنم بچه پیداش هم اینه که ما میخواد این بابا در مورد قانون اساسی ما یه متحد پیدا کرد. رفت بازم شما آقای تیمسار آریانپور، تیمسار آریانپور خودشون هم یه قانون اساسی اونا ما گذاشتیم که یه وبسایت، تا اینکه ما برخوردیم به یک نفر به نام دکتر نصر احمدی که آقا همون موقع که ما دنبال یه نانو به قلقه نانو با قلمون بودیم در طول کار میکردیم و کار مهندسی داشتیم میشه اینشه اصلا از 22 سالگی بلند میشه میره فرانسه، در اون موقع در ایران بوده، قانون میخوانده، علم اجتماعی، علوم اجتماعی میخوانده در زمان دکتر صدیقی و دکتر صدیقی مرشدش بوده شادروان دکتر صدیقی، میاد میره در بهترین دانشگاه داره 30 سال زحمت میکشه، یعنی از اون موقع تالاش از 30 سال برمیداره یه قانون اساسی مینویسه به نام قانون اساسی پارلمانی حکومت پارلمانی ایران. ما اینه گرفتیم از ایشون خواندیم آقا دیدیم واقعا اصلا مولای درس این نمیده وقتی به چیده من این بود که ما از اون موقع از 6-7 ماه پیش شروع کردیم آقای دکتر نصر احمدی یا در مورد این قانون اساسی صحبت کن، بیشتر صحبت کن که مردم بفهمن داریم چی میگیم، چون ما هیچ راهی به غیر از تغییر قانون اساسی در ایران نخواهیم داشت. با مقایسه تنها چیزی که من شاید بگم بعد که آمدیم یه اندیشکده درست کردیم که همین برنامه که صحبت بکنن، الان هم برنامه هم اینه که این برنامه وبسایتی درست کردیم و بعد یک رادیو تلویزیون را میندازیم که هنوز فعلا اصولش گرفتیم، قانون همش در قانونه، یعنی حتی فیسبوک قانون به اسم قانون هست که میشه همین اندیشکده قانون داد ارد، افکار ما مال جبهه رهایی ایران و سازندگی ایران در اونجا هست و بعدش هم قانون تیوی دات کام میشه مثل همین مردم تیوی دات کام شما، البته امیدواریم خیلی سریع بتوانیم به اندازه شما معظم بشیم و از ما فقط قانون اساسی جایی دیگه به حرف دیگه هم نداریم بزنیم، چون در تمام این شما اپوزیسیون گوش بدید و این سوابقشان نگاه کنید تمام حرف از سرنگونی رژیم میزنن، نه ما اصلا حرف از سرنگونی نمیزنیم، برعکس ما میخوایم این پیام ما رو حتی افسران رژیم و آیت الله خامنه ای هم بشنوه، بگیم آقا اگر شما یک فکری برای قانون اساسی نکنید روزی خواهد رسید که مکنات قلبی این ملت اگر شما یک رفراندوم بکنید یا از برین از مردم سوال کنید اینا در آرزی هستند که شما را اصلا نابود میکنند. ما نمیخوایم اونطور بشیم، ما خواهیم شما برید در اون مسند ارشاد دینی خودتان باقی بمانید و حکومت از دین جدا بشه. قانون اساسی پارلمانی در ایران اجرا بشه و این هیچ منافاتی هم با سلطنت طلبان نداره، با جمهوری خواهان نداره، وقتی که مجلس مؤسسان درست بشه و اونا تصمیم میگیرن که شاه داشته باشن میره تو قانون اساسی میشه شاهنشاه میشه توی همین قانون اساسی پارلمانی، منتها شاه پارلمانی نه شاه قانون اساسی مشروطه، رئیس جمهور باشه میشه جمهوریم، تصمیم با مجلس مؤسسان در آینده خواهد. یعنی تمام این اپوزیسیون شما گوش میدید همه حرف از
یعنی تلویزیون هاشون هم گوش میدید، میبینید که تفسیر میکنن وقایع ایران، در حالی که با تمام این چیزهایی که در ایران هست، مردم عادی خیلی خیلی بهتر از شما، اون آزادی که شما در اینجا ندارین شاید در ایران هم باشه. اون ویدیو که دوباره ویدیو دومی که خدمتتون فرستادم اون نشان بدید، که این نشان میده که الان مود این صحبت هایی که در ایران میشه چیه. اگر اون ویدیو هم دوباره در خدمتتون هست اون دوباره شهروند اجازه بدین دوستان، این ویدیویی هست که رادیو تلویزیون های ایران تو خود ایران میرن با مردم مصاحبه میکنن، ببینیم که تو خود ایران مردم چی میگن و چه جوری صحبت میکنن، با هم این رو میبینیم. تا اینجا توی دوره قبلی ریاست جمهوری و الان به نظرتون کدومشون کمتر به وعده‌هاشون عمل کردن؟ احمدنژاد گزینه دو. یک. گزینه دو. یک. دو. این. گزینه یک. 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 آقای احمدی نژاد. مسلمه شماره یک متاسفانه. دو. احمدی نژاد. مشخصه دیگه. دو. دو. شماره دو. گزینه دو. روحانی به نظر من دروغ گفت. شماره یک. آقا تو رو خدا برای من بد نکن. عکس آقای احمدی نژاد نشونه. هر کدوم به نسبت خودشون به وعده هاشون عمل کردن. خب نشون داده که خیلی دروغ بوده. نتیجه مردم تو زندگی و اجتماعی مردم تأثیری نداشته. هر روز غر کرد. باری چلا. احمدی نژاد واقعا خیانت. حالا راستگویی از این نیست. ولی احمدی نژاد تا چی دیدم راست آقا دکل نفته من گم میشه، به اون بزرگی من گم میشه. زمان دوره آقا احمد نژاد موقعی کار میکردم بیشتر کاتبی ها رو روال تر بود. احمد نژاد هرچی بود سالم بود. اختلاس هایی که داره انجام میشه همه دوران آقای احمدی نژاد بوده خودش بسته، ولی دو دروغ بود تر. خب من میگم که ایشون با کلمات بازی میکنه. همین حرفایی که اون تا 8 سال پیش دروغ بود. اگه 4 سال پیش گرونی بود ولی پول تو جریان بود، کار تو جریان بود و کلیدی که هیچ وقت در باز نکرد. ایشون هم در شرایط اومده که بسیار ناهنجاری ها در جامعه وجود داشته، همین قدم خیلی هنر کرده که جمع و جور کرده. من خودم بهشون رأی دادم ولی کاملا پشیمونم از انتخابم، چون فریب دروغاشو خورم. راحت هم میگم زمانی که آقای احمدی نژاد بودم به اون سن نرسیدم که رأی بدم، ولی اگر بود بهشون رأی میدادم. تمام ایران این آشوب به پا کرده، با تمام این گرفتاری ما از زیر سر این یه وجبیه. بله مردم صحبت کردن و آقای چمنارا نظر خود شما چیه؟ عرض کنم من اینو میخواستم خدمت شما بگم، باور کنید اینه با شما یه صحبت کردم، گفتم شما تو همه خیابان ولیعصر را برید با این دست فروش ها یارو ببینید که یه جوان مثلا این که این دست ها را صحبت میکنید، این آقای در مورد ساوت چاینا سی اطلاعاتش بیشتر از خیلی از این روتاندسی هست. من یه هیئت آمریکایی هم تو گردیدم سال 77 بیشتر سال بردم ایران و اینها میرفتن با مردم صحبت میکردن. اصلا آمده بودن این رو رفیق خودم باب اندرسون وایس پرزیدنت یوپی بود، میگوه من اصلا تعجب میکنم آخه چطور ممکنه یه بچه 10 ساله بدن انتیتی چیه، حالا چیده نیوکلیر اگریمنت، آخه چطور ممکنه همچی چیزی یاد. نه اینکه این یعنی اینکه مردم ایران آگاهی دارن، همه چیز بهتر از همه شما میدونن. شما این تلویزیون هایی که دارید روز آنگه درست کردید و نمیدونن در اروپا همه درش بذارید برن به کارشان، چون مردم میدونن چی میخوان، میدونن چی نمیخوان. اشکال کار سر اینه که نمیدونن چی میخوان. منتها این توجیهی که این سیستم تبلیغاتی اپوزیسیون به اصطلاح چیز کرده، همه حرف از سرنگونی رژیم میزنن. آقا پدر آمازیده اونا از هم خوششان میادی آدم های مثل شما حرف از سرنگونی بزنن، چون میرن به استفادیه به بسیجیه میگن نگاه کن این بابا میخواد پس وردا بیاد شما رو اعدام بکنه. در وقت این بخی نیست در همه جانا، یعنی تمام این شوراها، جبهه ها، کنگره ها که همه اینا رو که ما خیلی خوب همه شانه میشنسیم، بزرگترینشان مثلا میدینی 700 تا
دوستدار دارن، یعنی اینکه رفیق دارن، نه اینکه یه پس 18 نفر دور هم جمع میشن برنامه میچینن که بریم چیکونه. ترامپ بیاد حالا بریم برام یک نامه 30 نفر امضا بکنه بفرستیم اونجا، شاید اینا میگن بعدن ما را که بابا جان همه ما میدونیم که نمیخوان این قانون اساسی، نمیخوایم، ولی این قانون اساسی که میخوایم اون چیه؟ اونه باید از حالا در ایران تبلیغ بکنیم. من اگه جای ترامپ بودم میگفتم که برای همتون بلیت مجانی میگیرم برید ایران، اونجا که رسیدید ما مامورامون بهتون اسلحه میدن ببینیم چه کار میکنه. از یه چیز میخواستم خدمت شما اینه، بارها به شما گفتم آقا سیستم ایران دقیقاً چیزیست که اینها میخواستن، یعنی این که سر الک داگلس یوم حرف 60 سال پیش گفت ما یک ایران استیبل میخواییم و یک سعودی عربیای پرقدرت که دعوا بین این دوتا همیشه باشه که ما اسلحه بفروشیم. تمام این پول نفتی هم که میاد باید خرج اسلحه بشه بره اونجا. الان ببینید تمام این بلایی که سر خاورمیانه آوردن فقط روی این فرموله که بعدش کیسینجر در سال 1970. و حالا اگر شما فکر میکنید که اینها خبر نداشتن در زمان احمدی نژاد 800 میلیارد دلار از ایران دزدی شده خارج شده، نه آقا جان، قانون در آمریکا هست. ما قبلا 100 دلاری 200 دلاری برای فامیلا میفرستادیم ایران، بعد آمدن به ما گفتن آقا شما 100 دلار بفرستین اینه به هر وسیله ای که بخواید بفرستین دولت آمریکا خبردار میشه، شما میگفت بعد شما هم سرویس کنه. آخه چطور ممکنه شما در سیستم پولی دنیا میلیاردها دلار جابجا بکنید و CIA خبر نداشته باشه، FBI خبر نداشته باشه؟ ندارن، اینا میدونن. منتها شما برای یک لحظه خودتون جای یک آمریکایی بذارید، حالا نه جای خود همین ایران. آقا وقتی که خمرهای سرخ 2 میلیون نفر توی کامبوج کشتن، اصلا شما آقای سوربی یه قطعه عشق ریختید. در لواندا وقتی که 1 میلیون نفر ظرف یک ماه گردن زدن کشتن، شما اصلا تأسفی خوردید؟ بعدا میدونه لواندا کجاست؟ بعدا میدونه خمر سرخ کامبوج چه کار کردن؟ نه، این هم براشون مهم نیست که در سوریه چه اتفاق میفته، در عراق چه اتفاقی میفته. اینها فقط نگاه اون بلنسی که فروش اسلحه و خرید نفت و این چیه بیزینس میکنن. امروز هم اون روز خدمت شما عرض کردم، گفتی آقا چه اتفاقی میفته؟ هیچی. در 2-3 سال آینده ایران فشتوشه بازی که آقا یه دهن داری بودن فشتوشه بازی داره این آمریکایی ها، اینا همش موشک ها فشتوشه هست، به خاطری که اینا یک لحظه تصمیم بگیرن تمام سیستم موشکی ایران از بین میبرن. در دو دقیقه منتها اینها میخوان که اینا موشک بفرسن آسمان که بعدن بیان برن مثلا دوم چی به عربستان، به امارات، به کویت، به این و اون برمشن. اینها بالانس، حرف از بالانس ما میزنیم. ما تنها رایی که میتوانیم ایران نجات بدیم قانون اساسیه. یک آقای دکتر نصر احمدی هم آمده یه قانون اساسی نوشته که اون روز من اصلا بین خود ما رفیق شدیم گفتم دکتر نصر احمدی یه چیز میخوام بگم، چون ما دیگه با هم رفیق شدیم اینو میتونم خیلی رک و پوستنده بگم، اگر امروز هم برای بار چهارم بیان تو ترور کشته بشی من ممکنه یه خود عشق بریزم، ولی تو کار خودت کردی. یه چی کتابی یه قانونی نوشتی که حتی اگر که این جبهه ها و کنگره های توی دوستان بزن اینا موفق بشن ایران رژیم سرنگون بکنن برن به خیال خودشان مجلس مؤسسان درست کنن، اون مجلس مؤسسان هیچ راهی نداره مگر اینکه بیاد دوباره یه قانون اساسی شما رو ببره اونجا بخونن و تصویب بکنن. گفتم من قانون اساسی شما رو دو قطعه بخوانده در نهای اشتباهی که بیانی اشتباه که نظر افتیارم که اون سن ازدواجه که خب اون که میتونه عوضش کنن چیده ما فریم درست کرده. گفتم اصلا اون مقدمش هم کنار بذار، فقط من معتقدم شما باید در آخرش یه شعر مینوشتی و میگفتی بسی رنج بردم بسی درس خواندم در این سال 30،
عجم زنده کردن بدین قانون اساسی. این تنها چیزی که به فکر من میاد که آقا الان برای ما اصلا افراد مهم نیستن که این چی میگه اون چی میگه. آقای سوالی من اون روز که شما عرض کردم با خود دکتر نصر احمدی بودم، آقا قدیما یه اسب میدستن جلو درشکه، این دو تا چیز میداشتن این برابر چشمش که اگه یه نفر این برابرش کاری کرد این رم نکنه. حالا آقای دکتر نصر احمدی، شما تنها چیزی که فکر میکنی این قانون اساسی باشه، جلوت نگاه بکن ببین در سال 2020 نه حالا 2018 2025 این قانون اساسی قانون اساسی ایران خواهد شد و هیچ شکی شما درش نداشته باشید. اون روز براتون یه مثال دیگه زدم، گفتم آقا این مثل یه کشتی تایتانیک که راه افتاده هنوز حرکت نکرده. شما گفتید آقا ممکنه یه یخی میکنه، اونجاست که این اون یخا چی هستن. یخا هویت ایرانیه که من توی اون مصاحبه‌ای که قبلاً هم کردم گفتم ارکان هویت ایرانی باید دوباره در ایران زنده بشه که آماده پذیرش این قانون اساسی باشه. چون الان هم اگر شما همین فردا برید در ایران هر تا قانون اساسی بزنید اصلا شاید 80% مردم مثلا متوجه نیستن آقا در مورد چی داره میخوای صحبت کنی توی قانون اساسی. به خاطر چی؟ به خاطر این هویت از بین رفت. ارکان هویت ایرانی 4 چیز هستند. من اسمشو گفتم اهرام اربعه ایران که اصلا نابود شدنی نیستن. اینا آموزه های زرتشت شاهنامه فردوسی مملکت داری کوروش کبیر و بازنگری در اسلام، قرآن راستی، یعنی همون چیزیست که ما دوباره یک برنامه یک ساعته درش داشتیم که آقا به این علت الان ما گرفتار این هستیم به خاطر اینکه ما قرآن درست حسابی نخوندیم. اینه که یه عده شیاد دینی مثلا فرض کنید مثل آقای قرائتی 37 ساله داره درس قرآن میده، یا یه آقای مثل سروش استاد دانشگاه خاطیش میکنه با رومی این، یا اسم میخوام ببرم مثلا آقای آقاسی رفیق شما که الان برای خودش تلویزیون باز کرده و از اون صبح تا هست داشت در مورد قرآن اینا صحبت میکنه، که اینا وقتی ما قرآن راستی برایش هم فرستیم اصلا با عصبانیت نه آقا. در حالی که اگر شما همین قرآن راستی که با همون برنامه‌ای که من 2 ساعت باهاتون صحبت کردم خوانده بشه، هم این دکانداران این دکانشون از دست میگن، هم یک شیادهایی من جمله اون صدرال شیاد شیادها به نام ضیاء صدرال اشرافی که هفته یک ساعت میاد در تلویزیون میهن در مورد نقد دین میکنه، ما هر چیزی مزخرفاتی که این از اول تا آخر که میگه در مورد نقد دین بارها من قرآنم براش فرستادم ازش خواهش کردم خیلی محترمانه که اجازه بدید شما در یک برنامه مناظره در مورد دین من دفاع کنم از اسلام و قرآن و شما هر مزخرفی که میخواید بگید که به شما ثابت کنم که شما چرندید. همونطوری که در مورد شاهنامه صحبت میکرد و من براش در 2-3 کامنت فرستادم هیچ وقت هم جواب نداد. یعنی این که برنامه‌ای که اینها دارن هم دکانداران دین و هم ضد دین ها هیچ کدام راضی نمیشن که بیان این قرآن راستین به فارسی و کرانیکال بخونن. یکی از دوستان خیلی عزیز خود من در فیسبوک، آقا مکالمه من با ایشان توی فیسبوک هست، من هرچی از ایشان خواهش کردم که آقا که نمیخواد بری تمام قرآن بخونی، اون مقدمش 10 صفحه است و خود قرآن هم خلاصه کردن 40 صفحه، اینه بخوان بعدن بیا روی این با من صحبت کن، بعدن اینجا تو به شرکت دین بنده دفاع میکنم از قرآن که قرآن معنیش اینه، قرآن راستین اینه که همون مذهب علیه. آقا تا زمانی که آقای عثمان میشه خلیفه قرآن همین چیزی بوده که الان در اختیار شما زمان دنبان قرآن راستین اینه معرفی کردن، بعدن اینه قاطی پاتی کردن و هم
میده، اینم هست 1400 سال. این یا میشه دکانی دست سروش و قرائتی و آوازی و اینا میفته، یا یه میشه دست سرور اشرافی میفته که یا در مورد قرآن صحبت بکنه. این ارکان هر به روایت ما و کاری که اندیشکده قانون اساسی الان میکنه، هدف نهایتا قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران که آقای دکتر نصر احمدی نوشته، اون هدفه. حالا وسیله ها چیه؟ وسیله ها این ارکان هرم های اربعه هویت ایرانیه که ما باید در ایران اینها را آماده بکنیم که این مملکت آمادگی برای پذیرش قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران داشته باشه. من بارها اینه گفتم که ما هیچ راهی نداریم به غیر از این. حالا آقایان برای خودشان شورا درست کنن، نمیدونم بخوان رژیم سرنگون کنن، هر کاری دلشان میخواد بکنن، نهایتاً برمیگردن به این که مجلس مؤسسان درست بشه و در اون مجلس مؤسسان باید یک قانون اساسی قبلا نوشته باشن، نمیدونن که اون از اول شروع بکنن به الکتش درس بدن بعد شروع بکنن به قانون نوشتن. میان همون موقع هر کسی نظر خودش رو بده، چه بهتر که قانون اساسی از حالا فکر کنیم مجلس مؤسسان درست شده و با هم میخواییم اینا رو درست کنیم. به همین دلیل هم هست ما الان یک فیسبوک داریم که اسم فیسبوکش قانون، یعنی شما بزنیم قانون هم هم فقط صحبت هایی که دکتر نصر احمدی در این میگه که دو ماه گذشته با خود شما داشته، یعنی اونا اونجا هست. یک وبسایت داریم به نام قانون دات اورگ که این به اسلام مادر کمپانیه که متعلق به جبهه رهایی و بازسازی ایرانه و دوباره اندیشکده قانون اساسیه که در صفحات مختلفه، در صفحات دیگرش در مورد دکتر نصر احمدی هست، قانون اساسی که نوشتن اینجا هست و ویدیو. و بعدن که ما ظرف یکی دو ماه آینده یک تلویزیون و رادیویی مثل همین مردم تیوی شما، ما اونجا اسمشو گذاشتیم قانون تیوی دات تیوی، دو تا اسم خریدیم و هم قانون تیوی دات کام که تمام این برنامه هایی که در مورد قانون اساسی هست در اونجا گفته خواهد شد، لایف خواهد بود، شاید هم موزیک توش گذاشته بشه، به هر حال چیزای انترتینمنت هم ممکنه توش گذاشته بشه. ولی اونجا خیلی ساده است آقای سرفی، باور میکنید ظرف این یکی دو ماهه چقدر تلفن شده به این آقای دکتر نصر احمدی که آقا شما چرا نرفتی یک تلویزیون خوشنامی؟ گفتم آقا جان ما چه کار داریم؟ من اصلا همه به من میگن که آقای سرفی، گفتم آقا عیب نداره اگرم حقوق بگیر جمهوری اسلامیه، اگر مأمور CIA، اگر مأمور FBI، اگر مأمور MI6، KGB، هرچی هست، آقا ایشان میاد یک برنامه درست کرده، گفته در این یک ساعت بعد میکنه یوتیوب میداشت به بنده میذارم توی وبسایت خودم یا تلویزیون خودم پخش میکنم، دوباره پخش میکنم. حالا پس فردا که ما آقای دکتر نصر احمدی یه وبکم خریده براش خطب میشینه جلوی کامپیوتر یه برنامه یه ساعت تهیه میکنه، ما اینه این وبکمشه میدیم به آقای سوربی، $10 هم بهش میدیم، $10 بودی که حالا نمیدونم قیمتش هر چه بود، به هر حال با ما مایه کاری حساب بود $10. ولی آقای سوربی اینه بدم، اگر این تلویزیون گردن کلوفت لس آنجلس بخوان از ویدیوهای درس ها، چون ایشان درسش شروع نکرد آقای دکتر نصر احمدی، میخواست وارد درس قانون اساسی بشه که خب شعبانی مخی پیدا شد یه حرف مخی زد و ایشان یه خورده خب دل نازد هستن نسبت به این مسائل ناراحت، ولی بعدا اگر یک
تلویزیون های خیلی با بزرگ لس آنجلس بخوان باور میکنید؟ به دکتر نصر احمدی گفتم اگه بخوان ویدیو شما رو پخش کنن باید اونها $1,000 یا $2,000 به شما بدن. منتها چون ما با آقای سوربی این کار رو شروع کردیم، اندیشکده رو شروع کردیم، ایشان حتی $10 هم بهش میدیم که ویدیوهای اندیشکده قانون اساسی پخش کنه. به هیچ هم کاری نداریم آقا، ما اصلا دنبال تلویزیون محبوبی نبودیم که کسی بیاد. ما فقط هدف ما سر اندیم 4 کلمه صحبت بکنیم و این بعدا بشه ویدیو بذاریمش این طرف اون طرف، نشان مردم ایران بدیم. یه چیز دیگه هم اصلا هیچ فراموش بکنم، شما فکر میکنید که برای ما تمام این 500,000 که تو لس آنجلس هستن یا 2,000,000 که در خارج هستن، شعبان بی مخاش، نمیدونم شعبان با مخاش، کنگرهاش، جبال دادن برای ما مهمه؟ نه اصلا و ابدا. ما آقای سوربی یه چیز دیگه به شما گفتم، تلگرام الان پرقدرت‌ترین وسیله است در ایران. این ویدیوهایی که من خدمت شما فرستادم اینا همش از تلگرام هایی تو داخل ایران. امید داشتم به یکی از همین دوستای به اصطلاح فزبولاییم توی ایران میگفتم، میگفتم بابا من میخواستم یه چیزایی برای تو تلگرام شما بذارم، میترسیدم، ولی الان یه چیزایی شما تو تلگرامت میذاری که اصلا آقا یه خورده کوتاه بیا، ممکنه پس برد این اطلاعاتی ها بیاد شما رو بگیره. گفت نه آقا چمن آرا دیگه آب از سر همه گذشته، دیگه الان قباحت همه چیز از بین رفته، مردم دیگه اینجاشن رسیده. این وضعیت ایران، ما فقط و فقط میخواییم پیاممون در داخل ایران بره. بنابراین برامون اصلا مهم نیست یه آقای نشسته توی تورانتو 4 تا فوش به ما میده یا یه ایمیل میزنه به این طرف اون طرف که آقا این ملت بی غیرته، نمیدونم حق ناشناس اینا که باعث شدن. من گفتم به آقای هومر آبرامیان، گفتم آقا ما رو 38 سال اینا گذاشتن سر کار، آقا 28 مرداد کودتا بود یا انقلاب بود، حالا میخوان شما رو سر کار بذارن، شما بیاین بحث بکنید که آقا ملت بی غیرت و با غیرت بوده. آقا اینا رو ول کنید، ملت ایران این قانون اساسی نمیخواد. اون چیزیه که میخواد دکتر نصر احمدی نوشته دیش، این قانون اساسیه. و ما یک اندیشکده درست کردیم، هر کسی که میخواد در مورد قانون اساسی صحبت کنه، نه اینکه در مورد نمیدونم آقای فلان وزیر چه کاره بوده، چه کار کرده، چه کار نکرده، اینها همش کشکه، به درد نمیخوره. ما اصلا نمیخوایم خودمون رو وارد این مسائل بکنیم. اون چیزی که ما میخوایم یک عده بیان قانون اساسی دکتر نصر احمدی بردارن، همونطوری که بنده اینه خواندم و یه اشکال توش فکر مهندسی خودم پیدا کردم، اونهایی که قانوندان هستن و میدارن بیان بگن آقا اینه، بسم الله. بیان در همین این برنامه روزهای دوشنبه ما مجانی نیم ساعت 10 دقیقه هر چی خواستی که این صحبت بکنه، منتها صحبت حسابی نه چرند و فروز دادن. آخه درست نیست یک آدمی که آدم فکر میکنه که اینها شخصیتی هستن که اینجا یک حرفای چرندی بزنه. به هر حال من امیدوارم دوستان بلندشن بیان صحبت کنن، از قانون اساسی ایراد بگیرن و ما تلویزیون اندیشکده در اختیارشان هست. من فکر میکنم من 5 دقیقه اضافه رفتم. خیلی از شما متشکرم آقای سوربی. خواهش میکنم.